خداوندی که بی اندازه مهربان و نهایت بارحم هست. سلام خدمت تمام بیننده های عزیزی که بیننده برنامه ما هستن. خدا کنه در هر کجایی که هستین جور و صحت سلامت باشین، در کنار خانواده هایتان روز را تاییدن به خوبی و خوشی سپاری کرده باشین و بیننده برنامه خودتان حکایت زندگی تا آخرین دقایق باشین. باز هم در برنامه حکایت زندگی هستیم و مهماندار هستیم. مهمان خیلی خوب را در برنامه دعوت کردیم، پدر قهرمان، پدر شجای ما را که به خاطر پیدا کردن نان حلال خودش از صبح تا شام زحمت میکشه، کراچیوان هست، امروز در برنامه با خود داریم و وقت‌های بیشتر با خود شما داشته باشیم. سلام پدر جان، وقتت بخیر. وعلیکم السلام. بخیر باشی. تشکر، زنده باشی پدر جان. تو میگذره روز روزگار. شکر است بچیم. شکر است. با وجودی که ندارین، نادار هستین، اما بازم شکر خداوند به جای میکنه. خداوند داریم. بسیار نیک است. چیزی نداشته باشیم، خدا خود داریم بچیم. پدر جان مصرف چی کاربار؟ مصرف کراچیوانیستیم بچیم. از صبح تا بیگار من چهار گرد کابل میگردم. بسته کابل رو میگردیم اما کار نیست. یک طرف خیرخانه نرفتیم، طرف کارتینو. یک کلوگی جای کابل هم میگردم بچیم. پیسه از خاطر پیسه یک لغمنان. گای بسر پاو، گای سیری پاو، گای چلی رو پاو. سب چند بچه میبراین از خانه شما پدر جان؟ شش بچه بچه. شش بچه صبح میبراین، باز تا چند بچه کار میکنین؟ تا چند بچه؟ تا سی و نیم بچه را من میباشم، خلاص. خانه تان در کجا هست؟ در چلستون هست بچه. چلستون؟ در کوی چلستون هست. در کوه هست؟ شما خودتان؟ پیش یک چشمه، همونجا کرا گرفتیم. چند کرا میتین خانه تان؟ 2000. 2000 افغانی کرا میتین؟ چطور از بس کرایش میتونین بکشین از کراچیوانی که شما میکنین روزانه میگین؟ گاهی وقت میشه، گاهی وقت نمیشه بچه. همین حالا چند ماه، 8 ماه قرضدار هستم از خانه و حالا. 8 ماه کرای خانه قرضدار هستین؟ با صاحب خانه نمیه که کرای مرا بگیم؟ نه، صاحب خانه اینجا هم نیست بچه. ایران هست، یک بزرگزاده ایش هست، برازم رو تسلیم میکنه. باز اون نمیه پشت خانه تا نمیه؟ نه بیچاره هم یک دفعه گفتیم ایش دیگه تال نامده؟ نه. خب خدا خیرشون بده که کمک میکنن امرو بگیم بچه. ما هر وقت پیدا کردیم آوردیم میتومتان. ما تو پیسه مردم خوش ندارم که بخورم یک منکر شویم. در فامیل چند نفر هستین خودتا؟ 12 نفر هستیم بچه. 12 نفر، نام خدا. تنها شما کار میکنین یا که؟ نه، تنها خودم کار میکنم بچه. بچه هستن زندار هستن و جدا شده رفتن از پیش ما. بچه های تا نارسی کده رفتن از شما جدا شدن؟ یعنی هیچ نمیان که پدرم در کدام وضعیت هست؟ پدرم چی آره میکنن؟ آره، تو وقت شده بچه خودشان هم به خودشان در مانده. حالا هر کس به خود در مانده بچه. اگه نه تو اولاد نداشتیم که ما خبر ما نگیره. هر طرف وام لغم کراچیوانی و اینمون تو چیزا رو میگردن بچه. چند اولاد دارین شما؟ حالا فعلا کت ما 12 نفر هستیم دیگه، کت خودم. دخترم دارین؟ شکر. درس خواندن باز اولادایتان؟ کل ایشان هم مدرسه خواندن هم درس میخوانن. مکتب. خودتان درس خواندین یا نه؟ بله. تاسون چند خواندین شما خودتان؟ 12. 12 هم خلاص کردین؟ بله. پنتون نخواستین برین باز در جوانی ها؟ در اون وقت بچه این پیسه نداشتیم کسی ما را در پنتون نگیرم. غریبه نمیگیرم. چرا واسطه که نمیداشتی؟ کسی در قصید نبود. آنه بچه این تا به این روز را دیگه آنه. فقط پشت لغمه نان گشتن است و دیگه هیچ چیزی نیست. باز از همین صبح تا دیگر که میگردین شما نه همون کراچی که دارین چقدر میتونین در یک روز به دست بیارین از همون پول همون کراچی؟ پول از همون کراچی اگه 40 روپیه یا 50 روپیه یا 60 روپیه. این 40-50 افغانی رو شما چی میگرین؟ اون 5 دانه نان خب برای 12 نفر اصلا کافی نیست. بچیم خیلی چطور کنم؟ یک هفته دو هفته گشنه بخواه میشیم بچیم. یعنی شب روز شده که نان نداشتیم؟ نه، نان نداشتیم بچه ما. هیچ همسایه هم خبر نمیشه. همیال دو سه تا همسایه دارم، او هم بیچار هم گوشت نخواه میشن.
اولادایشان که نان از دست ما ببینند اول تاب میتونم توته میکنم دست از امنا میتونم بچه ما رفتیم و هم میفهمند که یا فامیل زیاف هست یتیم های بیادرم هست کتیم ششتا با هستن ششتا ما هستیم دوازدن هم اشرف غنی که بود دولت سابق او وقت چقدر کار میکردین؟ کارا خوب بود نسبت به آله؟ یک ذره کار بود بچیم کمتون بود یک 300-400 کار میکردیم روزانه کار میکردیم او خوب بود نمیگم مالا دیگه میگن که 20 افغانی و 30 افغانی نه آله کس کار نیست بچیم یک مسلمان که سودا میخرید بارش هم میبردم 30 روپیه 40 روپیه میداد آله همی در روپیه هم نمیدن نداره میگه نداره آله خوشمو زهیر هم هستین باز او بار را که شما میکنیم نه فضل خدا تکله هستیم بچیم خدا خدا میگن کسایی که کار میکنن فعالیت میکنن اونا زیاد قوی میباشن یک سود پیر نمیشن افسیر ایسیر هم هست در سر شانه هم گرفته دامی پوی چلستون بالا میشن یعنی یک بوجی ها را میتونین در پشت هم بالا کنین آه در سر شانه هم میبرم بچیم حاجت پشت نیست در جوانی ها چی کار میکردی پدر جان؟ در جوانی مکتب بود و یک کار دیگه نداشتیم کار نمیکردیم نه کار نبود دیگه خب کار چی بکردم پدر در بالای سرم نبود که مرا در یک مسلک میمانده در یک چیز میمانده پدرتون کجا بود؟ پدر ما فوت کرده بود وقت چند ساله بودن که پدرتون فوت کرد؟ 35 ساله بودم پدر که زنده می بود بچه ما به یه حالت خانه می رسید خب دوستا آدم زیاد جگرخون میشه وقتی می بینه که یک همه در درد و رنج هستن یعنی لطفا اگر شما امکانش هست اگر می تانین دست پدر مهربان ما را بگیرین امرشان کمک بکنین خودشان تنها هستن و 12 نفر در فامیل دارن و اگر شما دست کمک دارین به پدر ما حتما کمک بکنین و ما هم مو پولی را که از بودجه شخصی خود ما داریم امروز تهیه دیدیم به پدر مهربان ما تقدیم میکنیم دیگه خدا کنه که یک گوشی از مشکلات چنه حل بسازه پدر جان امروز چاش چی خوردی؟ چاش والا اگر او خورده باشه می نمی چای دمی یک خوردم اه چی میگی؟ چاش یعنی نان نخوردیم؟ نه نه و چی میگی؟ در گشت گذار هستیم در کجا نان بخورم؟ که چی نان بخورم؟ باز نفر کچه من نباشد نان مزدیم نمیده بچه تنهایی خوش ندارم در زندگی والا که از گلوم تیر شد بچیم او قرد کده نمیتونم یه تو یک آزاد دارم ما هم مردم های ممزدهی کتی کتا و کلان شدیم بچیم حالا هم اونا نیست در اینجا که ما خارزار هستم امروز از هم صبح که بر آمدین تال را چند کار کردیم؟ 40 روپیه 40 روپیه؟ چند دفعه بار بردین آوردین که 40 افغانی شد؟ بار نبردیم بچیم خمو 40 روپیه هم یک بچگک آورده داد هم در جیب ما خوشش دادین برتان آوردن دادن خدا خیر شد در جیب ما آورده ماند هم اینجا آل پدر جان همی کار نیست نه کس توانی را نداره که یک بودیار روغن بگیره که بله آه کسی که کراچیوان از بار کنه و ببره برش بله آه باز چند میگیرین در وقتا چند میگرفتین آل چند میگیرین در او وقتا بخشما 100 روپیه میدادن باری مثلا آرد، روغن و لوبیا و برنج اینا را که بار میکردن 100 افغانی برتون میدادن تا مو منطقی که میرسوندین و حالا چند میتن که میبرین؟ حالا ندارم، بسیاریش ندارم، نمیگیرم یعنی هم تو مفت میبرین برشون؟ نه، مجبور هستم بچیم هم وطن هم هست حالا و هم از ما بتر گوش نه و هم قرض میگیره، کاش که به پیسه بگیره اگر او داشته باشه یه وقت یا پیسه بند نمیشه به این میگن دوستا حس وطن دوستی چی کنیم بچه؟ پدر ما قدر مهربان است که بعض وقتا بار هم وطن خودشان رایگان میبره با وجودی که خودشان هم ندارن طرف وطن سیل میکنیم بچه جگر ما گل زده چقدر این وضعیت جگرخون هستین؟ که نه کار است، نه بار است، نه روزگار کسی درست است او تو خود جگرخون نمیگریم بچه از خاطر زندگی و چی؟ چیزی که سر یام است، سر ما هم است ما باید جگرخون میشیم که بیادرای ما ما را یلا کرد خیست رفت مملکت خارج بله اما انسان
دور خدا فکر کنه، امروز خدا فکر نکنه، آینده خدا فکر کنه. بعض زحمتانه ما از پدرجان نیک رفتن و پشیمان شدن، پشت خاک وطن، پشت وطن خود دق شدن، دوباره پس آمدن. ای بچیم، خاک از سرمه چشم کردیم، سرمه چشم ماست. یعنی یک مرد... دفعه برابر شد که برین از این کشور نمیدیم؟ ما بسیار خارجا را بودم، بسیار مملکتان هم تاثیر کردیم بچه. خو برادر صفتیم الله... بتست. کوچه از این را برابر نمی کنم، در اون تو مملکت ها به درس رفتیم. کدام کشور را رفتین به درس خواندن؟ این کیوبا رفتیم. اونجا چه قسم یک کشور؟ شوروی رفتیم. خواه بسیار خوب. در ترکیه رفتیم. در چی رفتیم؟ کوریا. کم زبان دیگه رو میاد دارید؟ یک روسی را حالا کم کم مانده باشیم در یاد میدید تو نمانده که یادتان رفته؟ ها یاد ما رفته باشیم یک خود سمی سال رفتن گرفت یا نیک پدر جان گفتین که جوان این کاکا پدر کاکا بابا که هست رفیق ما هست یعنی ندیدیم گفته بودن که امروز آمده بود کاکا بابا؟ ها او که در سریال ریزگل اینا کنید رفیق شما هست چقدر دیر میشه؟ وانی خیش نشد خوار ریزگل بر ما بوده کده بود خوار ریزگل هم میخواستن بر شما بگیم باست تو شد قصهش گوهردی من باجه میشیم باز یکی کم وقت این از پار سال تا بال نیدم چیم ندیدیم خو خیلی خوش که فرمان میامده نمیده شیشته بودن نینام خدا تکلستن مثل شما جوان خواه شکر شکر کمی جور باشه گموش اما یک دوست ما که اندک اندک چی باشد مرا بسیار جگرم خون میشه بله بله آدم جگر خون میشه که یک دوستش مریض باشه یا خدا اینا خواسته کدام کار دیگه خب دوستای عزیز لطفاً ما باز هم میخوایم براتون یادآوری بکنم که دست پدر مهربان ما را بگیرین برشان کمک بکنین و امو پول را که ما امروز تقدیم بعد نظر گرفتیم به پدر مهربان ما برشان تقدیم میکنیم خدا کنه که یک گوشه بسیار بسیار خورد زندگیشان حل بسازه پدر جان اینی هم امو پول را که ما براتون تشکر خیر میبینین باشین گفتنیتون خداوند خیر خداوند آخرت تانه خوب کنه باشیم کل مومن مسلمان هر مسلمان که کتی ما کمک کده تا به این روز را شب و روز دعایش هستم در دعایش هستم که خدای هیچ خار در پایش نخلانه همین کمک هایی که گفتن میشه و بر کسایی که غریب هستن کدام دفعه هم کسی بر شما کمک کرد؟ نه نه هیچ کس بر تان کمک نکرد؟ هیچ کس نکرد آرد و برنج و اینایی که گفتن نه هیچ کدامش هر جای تذکری بردم چه نکرد کمک نکرد نگرفتن تذکره را نگرفتن خب خیر از خدا مهربان است پدر جان توکل ما به خدا باشیم انشالله بخیر تمام مشکلات ما سپرده به خدا کردیم سلامت باشیم انشالله خدا جان خوار ما نمیتازد نه جایی بله دوستان عزیزی بود بخش اول برنامه پدر مهربان ما را در برنامه دعوت کرده بودیم که کراچی وان بودن و زندگیشان خیلی درد داشت خدا کنه که این بخش برنامه را تا آخر دیده باشین و در بخش دوم هم باز هم مرمرایی بله دوست عزیز باز هم شما را در ادامه برنامه خوش آمدید میگم بخش دوم برنامه آغاز شد و امروز یک مهمان خیلی خوب را در برنامه با خود دعوت کردیم که ممثل و نویسنده طنزها هستند آقای سخنور را در برنامه با خود داریم سلام وقت شما بخیر خدا کنه خوب باشین تشکر سلام شبانه جان خوب است طبیعت خوب است زنده باشی درود و ادب خدمت هموطنان عزیز در هر کجایی که هستین امید دارم که صحت و سلامت باشین تشکر زنده و سلامت باشین خدا کنه که هم تو خودتانم خوب و جور باشین تشکر که انشالله همه تو معلوم هم میشین برنامه امروز مختص به ای است که میخوایم زیادتر در مورد زندگی شخصی شما بدانیم خوب آقای سخنور میشه در نخستین سوال از شما بپرسم که چطور کار رسانه را آغاز کردین چطور علاقمند به تمثیل شدین چطور علاقمند ای شدین که طنز بنویسین تشکر خب هر انسان یک آرزوی خاص که خود می داشته باشه که یکی از آرزوهای ما همین بود که اگر بتونم یک روز تمثیل بکنم اگر بتانم یک روز چیزی بر ارتباط دنیای تمثیل بنویسم که تا حد کارم پیشرفته زیاد نی
تا حد یعنی رسیدین به آرزوهایتان؟ تا حد بالا. بر علاوه‌ای که در تمثیل میکنین در تلویزیون دیگه مصروف کدام کاربار هستین شما؟ جدا از دنیای تمثیل؟ بله جدا از دنیای رسمی. من نقاشی میکنم. بله امیرا میخواستم بله. یادآور شاین به خاطر که بار دیگه که آمده بودین دفتر ما یک آیپد دارین فکر کنید. بله بله نمو بسیار یگان نقاشی های مقبول خدا بر من نشان داد، واقعا علاقمند شدم، بسیار زیبا کار میکنید. چطور علاقمند اون کار شدید رسامی بکنین یعنی؟ خب همین احساس هنری یک دنیای رنگ و رنگ داره. بله. دیگه باز من یک کار کردم گفتم یک چیزی باید برتباط نقاشی یک چیزی نو باید جور بکنم، اگر کم هم هست باید نو باشه، که بعد از یک مدت زحمت و یگپا بستان استم که با استفاده از چند مواد و که شامل گچ و رنگ و چیزا میشه یک چیزی بسازم، یک سبک جدید یا شیوی جدید بسازم که شما نمونی شدیده بودید. بله دیکور خانه همین باشه نه تو نیست که روی تابلو کار بکنید. بله بله او کارم پیش میبرین یا فقط هم تو شوقی یگان بار پیش خود دار؟ نه به شکل کاروبارم هست. خب هنری که در پلوش کاروبارم میشه. چند سال میشه که در دنیای رسانه هستین خودتان آقای سخنور؟ اضافه از 17 سال شد. 17 سال است؟ بله. در برنامه که ثبت کردیم با کاکا بابا اونا هم گفتن که 17 سال است. چقدر از دوستی شما فکر کنم اما قدر وقت میشه دیگه که دیگه امروی متخصص بله. مشهور با کاکا بابا. بله دیگه با استفاده از فرصت برشان سلام میفرستم، بسیار دوستش دارم، بسیار شخصیت عالی دارن دیگه، با همه گی دوستا، با کاکا بابا، با ماما ابراهیم، با همه گی. یعنی دوستیتان بسیار از قدیم است؟ بسیار تو بله از قدیم است. برنامه هایتان که میبینم هم تمثیل هایی که میکنین همیشه با یک دیگه تان بودین، هیچ وقت تنهایی نبوده برنامه هایتان. بله سیار صبح هنرمندی یا ممثل بسیار قوی هست. بله. دیگه من کدش خیلی راحت بودم چرا که موضوع رو زود میگیره. مثلا میگفتم که کار امروز ما برتباط اینی قصه هست، دیگه لازم نبود که یک بار دیگه برش تشریح کنم، باز خودشون نوآوری داشتن، بدیه داشتن در بین کارهایشون. ماما کامرتون می بود در برنامه چقدر زود ماما جان نقشه میگیره در قالبش مدرامت. ماما جان خب کسان زیاد برنامه داشتیم دیگه، یکی از برنامه ما که بسیار گل کرد که برتباط هیت بود و در یکی از رسانه ها نشر شد، از طریق یکی از رسانه ها نشر شد دیگه، برنامه ماما جان ماما ابراهیم خیلی گل کرد که نقش داماد جوان داشت. بله از بین طنزایی که نوشته کردین آقای سخنور کدامش بیشتر خودتان دوست دارین؟ خب مال خود زیاد است، من نمی‌فهمم که زیاد نوشته کردین دیگه یادتان نیست دیگه فعلا. خب زیادش جالب بوده. ما چی وقت برای من جالب تمام شد که نظر بیندارم که من گرفتم و خودم فکر میکردم که زیاد جالب است دیگه. یکی از نمایش های ما این بود که قرنطین که شد، کرونا و گپ آمد، راستی مشکل مردم زیاد بود وقت دیگه، رابندی و بیکاری و چیزا. باز قصه ای است که کاکا بابا که اولاداش در خانه شیشتن که دزد می دره هم یک دزد می آیم دزد می آیم این خانه را می بینه، او خانه را می بینه، دالیز را می بینه، آشپز خانه را می بینه، هیچ چیزی نیست در خانه زیاد، خانه لکس است اما هیچ چیزی نیست. در آخر این خانه که داخل میشه میبینه که کاکا بابا که دو تا بچه کاش قرار تو مظلومانه شیشته، دوز اصابش خراب میشه، میگه بیادر چی حال است؟ ما کلی خانه تا پال دم هیچ چیزی تو نداری؟ تو هیچ چیزی نداری؟ باز کاکا بابا میگه دوز بیادر همه راست خدا بگویم این قرنطینه آمد دیگه مشکلات زیاد بود، من همی جنس های خانه را سودا کردم دیگه، هیچ چیز نداریم به خدا، یعنی میشه چیشتین دیگه خلاص. باز دوست دیگه کسی نیو وضعیت از او میبینه بسیار دلش میسوزه، بسیار زود دلش میسوزه، باز یک پنج سه دیرم کاکا بابا را میته دوست دلشان میسوزه، دوست بسیار دلش میسوزه، حالت دیگه که میبینه یک پنج سه دیرم برش میته، میگه کاکا جان خیلی پنج سه دیره بگی
دیگه چی است؟ خداحافظت. دوست که میره کوکو بابا برم بچیش میگه اینه بچیم ناق ما تو تشویش کرد ناق ترسی میگه دوزانه خدا مهربان است. در بالا خدا داریم در پایین دوزا میشه که میشه که نه یکی یک دوز دیگه بیاره یک پیکنیک گاز بیاره یک دوز دیگه بیاره یک چیز دیگه بیاره یک دوز دیگه بیاره یک فرش یک چیز بیاره. این بسیار جالب بود. بسیار جالب است. واقعا جالب بود. یکی از دیالوگایتان که بسیار مشهور شده باشده بین مردم. خب خانه پرپلا. خانه پرپلا. یکی از گپایی که دارد. خانه پرپلا. فهم را خراب بکنی. بسیار امی. چقدر خوب میتونست هایتان را چنج بکنین یا تبدیل بکنین. بله. خوب هم میکشم که آدم هم بشنه و خندهش میگه. نقش اینور من خودم هم زیاد خوش دارم. مردم هم زیاد خوش داره. بازمی چیز این خانه خراب و فهم را خراب میکنی. کدام نقش بود؟ کدام تنستان بود که شما را مشهور ساخت برای اینو که مردم بشناسن که شما اینو بگوین شما را زیادتر؟ شروع سریال اینو بود. نام سریال اینو بود؟ بله شروع سریال اینو. خب امی سریال اینو از شروع راستی بسیار خوب بود. مردم زیاد خوش کردنش مردم پسند کرد. دیگه چیزای بسیار خوب داشت سریال اینو. دوستا بین که در می بخش برنامه یک فکاهی از آقای سخنور داشته باشیم بخاطر که یک کم دگام برنامه شادتر شود. چی خوب است؟ چرا نه؟ گرچه ما چی میگن اعضای احساسی دارم نظر به شرایطی که فعلا وجود داره مشکل مردمی گپا خب از اینکه در یک برنامه شاد هستیم و وظیفه ما وظیفه ما امی است مردم ما کم بخنده با ما شاد شوه بخاطر که غم و اندوه بسیار زیاد شده. وظیفه ما و شما امی است که در هر حالتی که هستیم باید با استفاده از اون مسلک خود از کار خود اگه بتونیم یک لحظه مردم شاد نگاه بکنیم. خیلی میشنیم اون فکایی را قیس خنور باش که یک ذره گلون خدا تازه بکنن که خوبتر بر من بتونن قصه بکنن. دوستا یک عروسی بوده موتر عروس موتر عروس خو می فهمیشه بوده چون افغانستان یکی باری هست که گیر بارست عروس پیش پیشش تو موتر دیگم در عزیز یک وقتی یک پدر و مادر متوجه میشه که امی بچه شد اینق خدا از امی موتر کشیده بیرون سیل میکنه چند دقیقه بود مادرش برای امی شوهر خود میگه امو کلی بچه ما نیست پدرش میگه والا چشمای به ضعیف هست تلیشه میبینم تنیشه نی بسیار جالب بود تشکر بسیار باش نگه دفت خنده یادی از بزرگام کردیم با استفاده از فکر جالب بود تشکر سلامت باشین. آقای سخنور یک سیاست مدار میتونه که یک هنر پیشه باشه؟ به احتمال کم چون استعداد یک هنرمند از جانب خداوند برش نصیب شده و قوت یک سیاستمدار بگیم از جانب انگیزه یا اندیشه که بر ارتباطش داره برش نصیب شده. اینو در یک فرقک هست و ما داریم زیاد دنیا ایره تجربه کرده یا در تاریخ حکومت های دنیا هست که هنرمند سیاست مدار شدن. بله چقدر خوب. آقای سخنور میشه بر ما میشه که درباره وطن به زبان آهنگ یا زمزمه بر ما یک چیز بگوین شما میاله؟ خب از سادی تا خیام یک صدا گفتن بجام از سادی تا خیام یک صدا گفتن بجام ماری آستی این را شناس زره نریزد بکام ماری آستی این را شناس
زهر نریزد بکام، هرچی داده است از خطا غفلتی شو گدام. آریایی تا سر خاک شد از دست ما، این وطنی تا سر خاک شد از دست ما. چقدر زیبا، تشکر. زنده باشین آقای خانوار. بسیار زیاد تشکر آقای خانوار. همین کسایی که خودشان میگن که ما در رسانه کار کردیم و رفتن خارج از کشور، با وجود که اصلا روی رسانه را ندیدن، نظرتان در مورد اونا چی است و میشه در قالب طنز بر ما میره بیان بکنین؟ آه خب، خدا کنه که کسی آزرده نشه. بله بله. دیگه یک کسی از یک کسی دیگه پرسان میکنه که این خارج رفته. دیگه در خارج یک کسی یک نفر دیگر پرسان میکنه، میگه بیادر امی خودت چطور به حساب رسانه جا آمدی؟ میگه قربانشم لالا جم، یک روز لالایت دمی شاردگی شک، یک مشکلک برش پیدا شد، دمی بیخک یک دیوال ششتم، خدا ایلا کدم اینه بیادر فلم ما گرفته بودن، فلم ما گرفتن ایره نشر کدن، لالای دمی تو ایرو شد، امی تو رسانه‌ای شد که پرسان نکو. اینجا بگی آمده می سی که مره گفتن کدام چیزی داری دمی یوتیوب میتوب دمی چیزا؟ گفت ما سویچش کو کاله سویچ میکن نکی بیادر دکلی که تیلویزیون ها فلم بیادرد. بسیار جالب بود، تشکر، زنده باشین. آقای خانوار، میشه برمو بگوین که نظرتان در مورد برنامه ما این افغان چی است؟ چی گفتنی دارین برشان؟ گزارشات اماین افغان که دو روز بعد از تغییر حکومت شروع شد، از نظر ما گزارش های ساده نبود، یک قدم تاریخی بود. بعد هم شاید درباره زیاد گپایی شود، زیاد قضاوت هایی شود، ولی با استفاده از فرصت، خب بیننده های عزیز تو فکر نکنن که اماین افغان همکار ما هست یا همکار ما بود. به این خاطر ما وظیفه داریم که باید حق بگوییم و حق به تصویر بکشیم. به این معنا که گزارش های اماین افغان بود که هجوم مردم طرف میدان ابایی کم کرد. واقعا اگر اماین افغان گزارش نمیداد یا دوستای دیگه، شاید یکی از دروازه یا اولین دروازه میدان هوایی به خاطر ازدحام، به خاطر هجوم مردم، چارای آریانا می بود. متوجه شده؟ گزارش های اماین افغان بود که دواخانه ها برای مردم باز شد، شفاخانه ها باز شد، ترافیک به وظیفه خود رفت. گزارش اماین افغان بود که دکان ها باز شد، به اصطلاح یخ ترس شکست. و گزارش اماین افغان بود که خانم ها به خود جرأت بدن. بله، تونستن برن. متوجهین؟ بله. به خود جرأت بدن در یک جای برن گفتنی خود بگوین. بله. دیگه افغان صاحب در هر جایی که هستن صحت و سلامت باشن. آمین. دیگه نظر ما برتباط گزارش های اماین افغان همین است. و مشکل بود، بسیار مشکل بود که یک کس پیدا شده جرأت بکنه برای در میدان بیان. تشکر. به عنوان آخرین سوال، میشه بر ما یکی از خاطرات جالبتان قصه بکنین که در جریان ثبت برنامه‌تان براتون رخ داده باشه؟ اگه کدام خاطره جالب داشته باشین بر ما بگوین. ما پیشتر هم گفتم که یک اندازگک اعضای سوسی داریم. بله. خب خیر است، درک ما میکنه. یکی از روزها به خاطر ثبت یکی از برنامه ما در یک جای رفتیم. خب همی قسیم و برتباط بعض از وکیلا بود. خب. که مردم آزار میتن با استفاده از مو وکیل بودنشان، یکان باجگیری و گپا. قسیم همیت یک چیز بود. بله. دیگه نمایش ما شروع شد، متخصص کاکا بابا گفت که
او مردم فکرتان باشه این وکیل ما که در کوچه هست، در منطقه هست، اینی کارا را میکنه. دیگه کدام کسی با وکیل کوچه گفته که بیادر کجا هستی؟ چرا؟ بیا که بازتا میگن، تو را میگن دوز هستی، تو را میگن خائن هستی، تو را میگن با استفاده از وکیل بودن از مردم حق میگیری، سر مردم ظلم میکنی. این اصلا ما از خود خبر نداریم شبانه جان که یک وقتی سیکو یک 50-60 نفر چوبا را گفته در جانو آمده وکیل هم آمده، ولی هر قدر میگیم اینیم وکیل قدر قهر شده بود که کمره را هم ندیده بود، ما را هم زود چی نکرد، دیگه این بسیار قهر شده بود. امی تو آمد دیگه بیادر که این رقمه، ولی هر قدر که ما میگیم او بیادر تو یک دفعه بشنوارم شد گب دیگه جای است. باور بکن که اونمو روز ما مکمل دوزدید. زیاد جالب بود به خدا. آقای سخنور تشکر از اینکه به برنامه آمدین، در اخیرم پیام ترابی داشته باشین. تشکر شبانه جان از خودت، سلامت باشه، از جمعی همکارایی که فعلا در اینجا حضور دارن باشه. تشکر از بیننده عزیز که وقت طلایی خود، وقت با ارزش خود صرف برنامه ما شما میکنن و شما را میبینن. بله. پیام ما منیسی یک فرد کوچک از وطن یا از افغانستان ای است که جامعه جهانی، نه تنها جامعه جهانی، بله، همگی یعنی خلاصه میکنم که در ایسی افغانستان توجه داشته باشن، به خاطر از اینکه فعلا وضعیت مردم خیلی خراب است، جامعه جهانی یا بگیم جانمرگاه ما را کمی تحریم کردن. دیگه اینا متوجه باشن که اگر منظورشان طالبا است، طالبا پیش از حکومت هم با یک پارچانان گفته خودشان چاریشان میشد، آلی هم با یک پارچانان چاریشان میشن، اما فعلا مشکلی ملی شده، مردم بسیار مشکل دارد، بسیار زیاد. دیگه رئیسی افغانستان توجه بکنن، چرا اولین تیر تحریم به سینه مردم غریب، مظلوم، بی‌وضاحت و مسکین خورده و میخوره. بله. اینم که یک پیام داشتم، خدا کنه که سر کس بد نخوره، قارشون نبه. آقای اینو باش که امدفع اینو بگوی مختر که زیاد سخنور. خوش میشه. میشه درباره همی قیمتی برای ما یک خبر انگلیسی بگوی در اوزای کنی. خوب میخوانم. شبانو جان، دو نوع دزد است. یکی دزد بی عزت، گروه کلگی میشناسه. یکی دزد با عزت. دزد با عزت کی است؟ خائن با عزت کی است؟ بعضی از کسایی هستند که مواد اولیه را احتکار میکنن، در گودام های خود پت میکنن، بازور به نرخ روز سودا میکنن. مثلا امروز امی پیسی خارجی یا دلار بگیم نی؟ بله. امروز بالا رفته. این تو نیست که بعض تاجرا همین روز اونا تیل آوردن. این گپ نیست. ذخیرهایشان 8 ماه پیش، 2 سال پیش، 3 سال پیش تیل دارن. ذخیرهایی دارن که بلیتر مثلا مثال میتونم برایشان لیتر افر و افتیده ذخیره را پر کردن، مثل از این گودام های آرد دیگه همه چیز. بله. و اینا چی میکنن؟ منتظر روز هستن که روزش رسید بسیار بیرحمانه. بله، قیمتش بالا میبرن. و عید قربان که میرسه چی میکنن؟ به خاطر خودنمایی خود با 5-6 دانه گوه چشمایش رو سرمه میکنن. مجبور چی میده که بازی گوهای تو بانگ میزنه در دانه در روزه ازیا کل اگه بگه که او آجی سای فلانی مجبور فلانی خان هیچ یک آدم خوب است که اینه 5 دانه گوه قربانی میکنن. ما یک اخبار انگلیسی، بله، امرو اگه بر ما بگیم میگم مردم به اجازه تون بفرمایی. Hello! In this perfect display, you could have faced me neither first to secure to Mozart a dog. But why can't you not tell us that you can't go to shower and you can't go to shower?
دست لفت پرفکت دست جنگ یک روپا بخیر چل روپا سودا کن دو ویندلس مامو جا می بدم که تو تر روزو دا فرقت می سن دلو پرفکت دست لای در کن شب نام بیم دوین اترا سیتون این دو فیلت سر از یا خند نکریم دست لفت پرفکت زینر کار دست بیر هندر کار سست بیفک لان انت کران دست نه دست جامعه جهانی دست لایت پروفایت دست لاینر که اون پیشانی دست مرتاب میشه معلوم میشه خود از زدی که دی غریبان دست پروفایت دست لایت دست لایت پروفایت بیساسی نسی که در پرنگ دست لایت یک انسان پیدا نمیشد که کارا نکنه یا کلش دفیک دست لایت سیاست مدار رو اسود نو انسانیت دست لایت لست پرفکت دست لاینر از اینکه وقت کم است سیز گتو شد کوری قلمان یخشی بلسیز ساغ بلسیز تاس پاپا کلا سپارو علامو منشا تشکر باز هم بسیار زیاد شما را باز هم خوش آمدید میگم زنده و سلامت باشین. خب دوستا این بود بخش دوم برنامه که تقدیمتان کردین. اگر کدام کمی کاستی در جریان برنامه رخ داده باشه به خاطر که من کم مریض هستم شما به بزرگواریتان مرا ببخشین تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم شبان امیری در خدمتتان قرار میگیرم. خداحافظ و ناصرتان.